علی نعمت‌اللهی هستم، رئیس بخش ارزیابی محصول. خب در مورد این قسمتی که الان توش هستیم اسمش رو میگید و توضیح میدین چی کار انجام میدین اینجا؟ ببینید، اینجا ارزشیابی محصوله و کاری که در حقیقت ما اینجا انجام میدیم یه جور فعالیت تضمین کیفیتی روی محصول نهایی هست. ما نمونه برداری از محصول نهایی رو اینجا انجام میدیم و طبق استاندارد کارخونه‌ای و ملی ارزیابی محصول رو انجام میدیم که شامل ارزیابی ظاهری و ارزیابی عملکردی محصول هست. ارزیابی ظاهری همونطور که از اسمش مشخصه در برگیرنده ایرادات رنگ، بدنه و مونتاژی هست که به صورت ظاهری و استاتیکی در حقیقت روی خودرو هست. ارزیابی عملکردی که طبعا ارزیابی مهمتری هست برای ما، ارزیابی هست که در برگیرنده ایرادات عملکردی خودرو هست که مشتری توی کیلومتر صفر میتونه در حقیقت کشف کنه این ایرادات رو. سعی ما بر اینه که در حقیقت با بیشترین دیتکشن و بیشترین کشفی که روی خودروی تحویلی به مشتری اینجا انجام میشه، کمترین ایراد به مشتری نهایی انتقال پیدا کنه. خیلی از ایرادها میفتن توی فرایندهای بهبود و برطرف میشن و ایرادات با گرید بالا هم همونطور که حالا صحبت شد میفتن توی فرایندهای بلوکه. خب خیلی عالی. الان میگید که چطوری این کارو انجام میدید؟ یعنی میرین توی خط از یه دونه ماشین رو امتحانی برمیدارید و میارید میذارید اینجا؟ بله، نمونه ای که ما برمیداریم دقیقا روی مرز انتقال خودرو از تولید به فروش هست. یعنی دقیقا ماشینی هست که تحویل مشتری میشه، قبل از پارکینگ های فروش نمونه برداری میشه، کاملا به صورت رندوم و توسط خود کیفیت نمونه برداری انجام میشه. و از نظر کمی هم حالا ما تو ماشینایی که تو فاز پروژه هستن سعی میکنیم که با سمپل بالاتر، تو ماشینایی که تو تولید انبوه هستن تقریبا 1% ماشینا نمونه برداری میشه توی این فضا، توی شرایط استاندارد ارزیابی میشه و گزارشاتش توی سطوح مختلف مدیریتی ارائه میشه. خب یعنی از هر 100 تا ماشین یه دونه رو برمیدارین، از هر 100 تا تولید میارید اینجا. اینجا چه کارهایی روش انجام میدین، چه چیزایی رو چک میکنید؟ ببینید، ارزیابی ما، عرض کردم خدمتتون، دو تا قسمت کلی داره: ارزیابی ظاهری و ارزیابی عملکردی. ارزیابی ظاهری در برگیرنده کلیه مغایرت‌های ظاهری خودرو هست، شامل مغایرتایی که ممکنه روی رنگ باشه، ایرادات رنگی، ایراداتی که ممکنه روی بدنه باشه، ایرادات گپ و فلشنس، ایرادات دفورمیشن بدنه، ایراداتی که روی مونتاژ تجهیزات چه داخل، چه محوطه موتور، چه داخل اتاق ممکنه باشه، نصب بدها، سر و موارد ماننده این. خب در مورد گپ و فلش که حالا اصطلاح عامیانه میشه همون درز. بله، متاسفانه درز تو خودروهای ایرانی زیاده. این اتفاق اصلا از کجا آب میخوره؟ الان میدونم سوال مردم اینه، میگن که اگر شما این کارا رو روی ماشینا انجام میدین چرا پس ما این همه مثلا درز داریم، چرا همچنان ما مثلا ضعف کیفیت مونتاژ رو داریم؟ اینا رو میشه توضیح بدین در موردش؟ ببین، ما در مورد گپ و فلش خودروها، خب یک استایل خودرو تعیین کننده وضعیت کلی ظاهری خودرو هست. وقتی استایل خودرو تو فاز پروژه مشخص میشه، یه مدرکی تحت عنوان کتابچه گپ و فلشنس خودرو تولید و منتشر میشه توسط مهندسی که در حقیقت تو این مدرک تمام ویژگی‌های گپ و فلش خودرو روی مووینگ پارت‌ها و پارت‌های ثابت خودرو در حقیقت اعلام میشه، به صورت کاملا کمی اعلام میشه و ما توی فرایند ارزیابی که اینجا داریم این مقادیر رو اندازه‌گیری می‌کنیم به صورت دقیق با گیج‌های برونه رو و در صورت اینکه هر جور مغایرتی ببینیم این مغایرت‌ها در حقیقت ثبت میشه و برنامه دار میشن. اصطلاحاً ایرادات میافتن تو چرخه های بهبود و برنامه دار میشن. معمولاً اینجوریه که خب ما تو فازهای پروژه ممکنه یه سری از ایرادات، سطح ایرادات خودرو بیشتر باشن، منتها هر چی به سمت تولید انبوه ماشینا نزدیکتر میشن و تعداد تولیدشون بیشتر میشه، ایراداشون کمتر میشه به صورت. خب یه چیزی رو در مورد صحبت میگن، در مورد تکوین محصول به من گفتین و گفتین که عرف خودروسازی دنیا هم هست، یعنی انگار که خودرو رو به صورت 100% بیرون نمیدن خودروسازا، یه خودرو اینو میدن بیرون و حالا بازخوردها رو میگیرن یا اینکه میان نمونه بعد. این اصلا چجوری اتفاق میفته این تکوین محصول؟ یه توضیح میدین در موردش؟ ببینید، هر خودروسازی بر مبنای شرایط خودش یه طرح تکوین داره. یعنی اینکه این
اینکه شما چجوری یک محصولی که وجود نداره رو میخوای تبدیل کنی به یک محصولی که وجود داره و به وجودش بیاری. هر خودروسازی یه طرح تکوین داره. ما در حقیقت توی ایران خودرو طرح تکوینمون شامل یه سری گیت وی ها هست که از حالا فازای مثل پروتوتایپ شروع میشه و ادامه پیدا میکنه تا در نهایت به تولید انبوه کشیده میشه. ما هم در حقیقت خودرو رو توی تمامی این فازا و تمامی این گیت وی ها ارزیابی میکنیم به دقت. هر کدوم از این گیت وی ها یه سری اهداف کیفی دارن که اون اهداف کیفی تا محقق نشن اجازه عبور از گیت وی داده نمیشه و در حقیقت کاری که ما تو طرح تکوین میکنیم ارزیابی هر کدوم از این گیت وی ها هست با یه سری از شاخص. خب پس الان ما میتونیم بگیم این خودرویی که مثلا نمونه مثلا 4000 5000 هست ممکنه کیفیت بهتری نسبت به نمونه اول داشته باشه، یعنی یه سری اصلاحات روش انجام شده. ببینید توی طرح تکوین اساسا یه سری از خودروهای فازای اول فروخته نمیشن، یعنی هر خودروسازی هم این کارو میکنه یا میندازتشون تو سیکلای مثل کارشناسی خودرو، یعنی اساسا خودروها رو کارشناسی میکنن، و یا اینکه اگر خودرو رو میفروشن به یه سطحی از کیفیت رسیده که خودرو سیلبل هست و قابل فروش هست. در نتیجه شما اگر ممکنه مثلا این خودرویی که الان شما ملاحظه میفرمایید V4 مربوط به فاز مثلا آنلاین باشه و از نظر سطح کیفی قابل فروش باشه و و شرکت این رو بفروشه، خب ولی ممکنه که این نه، مثلا این از نظر سطح کیفی غیر قابل فروش باشه و خودرو بره توی سیکل مزایده. این در حقیقت بسته به طرح کیفیت خودرو، بستگی به شرایط خودرو و طرح کیفیت شما تصمیم میگیری که کدوم خودرو تو در حقیقت سیلبل قابل فروشه، کدوم خودرو غیر قابل فروشه و کارشناسی میشه. یه سری خودرو هم همون پشت دارم میبینم، سه تا تارا هست و یه 207 مولتی کالر، گفتین اونا خودروی تستن، دقیقاً چه کاری رو اینا انجام میدین؟ بله ما علاوه بر تستای روتینمون که رو خودروهای 0 کیلومتر، تو خودروهایی که تو فاز پروژه است یه تستی تحت عنوان تست پیمایش را رف تست داریم که همونطور که ملاحظه می‌فرمایید خودروها پلاک میشن، خریداری میشن و میافتن توی جاده ها و اقلیم های مختلفی که ما توی کشور داریم، برای اینکه در حقیقت ایراداشون رو قبل از اینکه بیفته خودرو تو فازای تولید انبوه ایراداش کشف بشه و جلوی انتقال و ایراد گرفته بشه. الان مثلا شما این تارایی که ملاحظه فرمایید همین ویتری ویفوریه که هنوز تو بازار نیومده، یعنی هنوز محصول تجاری نشده و قبل از تجاری سازی خب همونطور که ملاحظه فرمایید سه دستگاهش خریداری شده و فقط تو کیفیت، این عرض کردم اینا فقط تستای کیفی، علاوه بر تستای کیفی توی MPD و مهندسی هم یه تستای خاصی انجام میشه، ما فقط تو حوزه کیفیت در حقیقت این تستا رو برای حصول اطمینان از عدم انتقال ایراد به مشتری تو فازای تولید انبوه هم در حقیقت انجام میدیم. خب با همه این کارهایی که شما انجام میدین اما بازم یه ایراداتی تو خودروها وجود داره. یه مثال براتون بزنم، صفر شدن فرمان تارا، اصلا چرا همچین اتفاقی میفته و آیا عرف هست تو کل دنیا می همچین اتفاقاتی بیفته، یعنی مثلا یه خودروی بیاد بیرون و یه همچین ایرادایی داشته باشه؟ بله خب طبیعتا تو فازای پروژه و فازای اولیه تحویل خودرو به مشتری این اتفاقا میفته، یعنی تو همه خودروسازا میفته. اینم بحث فرمانم که مطرح میکنید، خب ما ریسکش رو توی شرایط بحرانی هوایی و اقلیمی داشتیم که یه ریسک نرم افزاری بود که الان برطرف شده، یعنی الان روی مدل LTD ما و مدل‌های V3 V4 ما دیگه اون ایراد نیستش و با منشأ نرم افزاری درست شده. بله این به هر حال علی‌رغم همه فعالیت‌هایی که انجام میشه ریسک عبور ایراد هم کماکان وجود داره. و سوال آخرم اینه که بیشترین مشکلاتی که از مشتری‌ها گرفتین در مورد تارا چی بوده؟ توی فازای ابتدایی همون بحث فرمان رو زیاد داشتیم، بعد حالا روشن شدن چراغ چک بوده با منشأ های مختلف که این الان تحت کنترل برژه های مختلفی برش تایید شده، بحث بیشتر حالا منشأ کلید ترمز بود اگه اشتباه نکنم، کلید زیر پای پدال ترمز بوده که روی تارا داشتیم و همین. الان فکر نکنم توی فیلد ایرادی که به صورت معنیدار تکرار بشه روی تارا من اطلاعاتی ندارم.